سلام بر شما و شبتون بخیر. به این بخش خبر از تلویزیون کلمه خوش آمدید. من محمد پور هستم. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که مشغول انجام مکالمات تلفنی با رهبران و مقامهای کشورهای آسیایی و اروپایی است تا بر نقش ایران در حملات به نفتکش‌ها و لزوم اتحاد در برابر آن تاکید کند. مایک پومپئو در مصاحبه‌هایی که روز یکشنبه با شبکه فاکس و CBS داشته گفته که آمریکا مجموعه‌ای از کشورها را که منافع حیاتی در باز بودن آن آبراه دارند را گرد می‌آورد تا به ما کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین می‌گوید که روز شنبه چند تماس تلفنی با مقام‌های کشورهای مختلف گرفته و روز یکشنبه نیز به تماس‌ها و گفتگوهایش ادامه می‌دهد، زیرا جهان باید متحد شود. وزیر خارجه ایالات متحده در این گفتگوها احتمال اعزام نیروی نظامی بیشتر به منطقه برای تضمین رفت و آمد امن شناورها را رد نکرده است. پومپئو روز 26 خرداد ماه گفته بود گرچه تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، ولی ایالات متحده قصد ندارد تا با ایران وارد جنگ شود. آمریکا اخیراً اقدام به اعزام یک ناوگروه و چند بمب‌افکن راهبردی به غرب آسیا کرده تا با تهدیدهای تازه ایران مقابله کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزیر خارجه آن، برخی از سیاستمداران آمریکا و متحدان آنها مانند نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد عربستان را متهم به زمین چینی برای ورود به درگیری نظامی با ایران کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده قصد ندارد آغازگر جنگی با ایران باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز میگوید جنگی نخواهد شد. اما روند فزایش تنش‌ها در منطقه بر گمان زنی‌ها بر احتمال درگیری نظامی دامن زده. برای گفتگو در همین ارتباط در خدمت آقای غلامرضا محمدی، کنشگر سیاسی از ترکیه هستیم. آقای محمدی، درود بر شما و بسیار خوش آمدید. سلام و درود بر شما و تمام بینندگانتون در سراسر ایران و دنیا. بسیار متشکرم. آقای محمدی، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که مشغول انجام یک سری مکالمات تلفنی با مقام‌های آسیایی و اروپایی است تا بتونه یک اتحادی رو بر اینکه ایران در حملات دریای عمان نقش داشته به وجود بیاره. به نظر شما چقدر ممکنه که آمریکا موفق بشه؟ خدمت شما هستم که آقای ترامپ داره زمان از دست میده، به شدت داره از دست میده. ایشون ببینید قولهایی که داد و ادایی که داد دیگه اینا ثبت شده از دنیای مدیاست. ایشون گفتن بعد از ماه رمضان ما در بحرین میشینیم و معامله بزرگی قرن انجام میدیم. هیچ صحبتی ازش دیگه نمیشه. آقای ترامپ اگه نخست وزیر ژاپن و فرستاد ایران، دنبال یه چیز بود، در اصل دنبال خیلی سوالی عمدهش یه چیز بود، اونم FATF بود که بیاد به جمهوری اسلامی بگه آقا شما بیاد لیست اینو بدید، کارا رو با بدید. اونم دنبال ضعف گرفتن از کره شمالی، از روسیه و چین بود که بخواد تو سرشون بزنه. الان کم کم داره حرفای آقای ترامپ متاسفانه عمل نمیشه بهش و زمان از دست دادنش یعنی نابودی کل کشورهای منطقه. حالا وزیر امور خارجه شده فعالی داره کار میکنه و این اجماع جهانی خیلی خوبه. آمریکا به نظر من اگه اجماع جهانی هم میخواد بکنه، دنبال یه هدف است که هزینه خودش کمتر بشه، از دیگر کشورها پول بگیره، کمک بگیره و این کار رو انجام بده. چه آمریکا دنبال این کار باشد و چه نباشد، جمهوری اسلامی نابوده، چون دشمن اصلی جمهوری اسلامی داخل کشور هست. مردم دیگه آگاه شدن، مردم هوشیار شدن، مردم بیدار شدن و این نکته اصلی است. اما ایشون وعده ای داد، به وعدهش عمل نکرد و در ژاپن اون حرف خلاصه که تکرارش نمیخوام کنم زد که ما با جمهوری اسلامی کنار میایم، مذاکره میکنیم. میدید در طول چند روز چند نفر تو ایران خودکشی کردن، چقدر دچار افسردگی شدن، چقدر مشکل دار شدن، چقدر خودشون آتیش زدن. باید حرفی بزنه که عمل بکنه. ایشون کم کم داره به جایی میرسه خودشه که به اون جایی که نباید برسه میرسه. یعنی شما معتقد هستید که مردم ایران سقف اعتماد خودشون رو روی آقای ترامپ بنا کرده بودن، که حالا چون آقای ترامپ کنار به وعده خودش به قول شما عمل نکرده ناامید شدن؟ ببینید، من در صحبتی قبلا داشتم اینو خدمت عرض میکنم، باعث بدبختی کشور ایران و مملکت ایران و به خاک سیاه نشستن این کشور خود آمریکا بوده، کارتر بوده به اسم حقوق بشر، شوروی بوده، اروپا بوده، دست به دست هم دیگه ایران بیروز انداختن، خودشون تحقیر شدن، خود آمریکا تحقیر شد. آقای ترامپ اومد که این حقارت رو ورش داره. این حکومت تا زمانی که هست، یعنی نقطه
بزرگ دکه ننگ در وجود آمریکا بنان حقارت درست مردم ایران اونجا شده گفت خب آقا باید جبران مافات بکنه چون در وهله اول حکومت برده به نفع اروپا آمریکاست، این بحث در شکی درش نیست. ولی الان که مردم با این حرفی که ایشون زد با این چیزایی کرد بعد پشتم کرد دیگه ادامه نمیده، مردم فهمیدن که ایشون توانش این حرفا. آقای محمدی همزمان یک سری نشست هایی هم وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا داشتن در مورد همین حملات به نفتکش ها، به هر حال به منطقه‌ای دارین حملات صورت گرفته، در منطقه‌ای صورت گرفته که منافع بسیاری از کشورها در اون منطقه هست، فکر میکنید که میتونه چه تأثیری داشته باشه بر رفتار ایران و چه فشارهایی رو که البته قبلا هم بریتانیا اعلام کرده که این کار ایران بوده بدون شک، اگر اونها هم به همچین نظری برسن به نظر شما چه فشارهای بیشتر روی ایران قرار بگیره؟ من راحت بهتون بگم اگر آقای ترامپ ظرفی در 15 روز کاری انجام نده کل منطقه با آتش کشیده میشه. چرا؟ چون الان کشور عربی امیدشون این مردم ایران که امید داشتن به ترامپ ناامید بشه، پشت ایران خالی بشه، اولین ضربه رو تو دنیای اسرائیل خواهد بود بدون برو برگرد. اسرائیل به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. توجه کردید؟ آقای کشور اروپایی را به دست پا افتادن. دیدن ترامپ پشتش خالی کرد. حرف دیگه نمیزنه. ترامپ میگه دوباره منافع مالی، اصلا کار سیاسی نمیخواد بکنه. خب این خیلی بده. بعد که اروپایی به دست پا افتادن، دیدن ترامپ او هم شاخشونه میکشه، هیچ نمیگه، حرف نمیزنه. اومده گفته همین حکومت خوبیه. خب این حرف یعنی چی؟ این اند خلاصه بی سیاستی و بی کیاستی و بی درایتی یک رئیس کشور میتونه باشه. و این لطمه بزرگ واسه آمریکاست. کشورهای منطقه هم همچنین. کشورهای منطقه توانی نداره. عربستان چه توانی داره؟ امارات و بحرین و قطر و عمان چه توانی داره؟ هیچ توانی ندارن. اینا به شاخ آمریکا داشتن جست میگرفتن. ولی الان با توجه به این مسائل که آمریکا باید دور منافع خودش هست. در آقای ترامپ علی جنگ نیست. نمیخواد بجنگه. در نهایت چه میشه آقای محمدی؟ شما چطور میبینید؟ در نهایت اگر آقای ترامپ ظرف 10 15 روز آینده کاری نکنه، کل منطقه به آتش کشیده میشه و دنیا نابود خواهد شد. یعنی همون حرفی که شما که جمهوری اسلامی به این فعالیت‌های مخربانه خودش در منطقه ادامه میده. 100 درصد. اصلا جنگ براش نعمت واسه حکومت. اون می‌خواد وارد جنگ کنه آمریکا رو که بجنگه باز چند سال مردم سرگرم بکنه. داد کردید؟ ولی این جنگ نباید جنگ فرسایشی باشه. باید جنگی باشه که بلا فاصله اقدام بشه و عمل بشه. الان آمده چیکار کرده؟ تحریم کرده. کیو تحریم کرده؟ سپاه رو. خب خودت میگی حکومت تروریستی، سپاه تروریستی، آفرین. باری کلام ایران. اما چطور شد؟ اینا رو ترور تحریم می‌کنی. بعد مردم ایران فشارش باید ببینن. چرا؟ پس تو با مردم ایران چه دشمنی داری تو با مردم ایران؟ مردم ایران جکشون در حدی که تموم شده است. میخوام اینو به شما بگم که آقای ترامپ اگر نجنبه و این تحریما رو به سرانجام نرسونه و سپاه رو نابود نکنه و نیرو دریایی سپاه رو نزنه و بقیه کارا نکنه، منطقه تموم شده است. با آتش کشیده میشه و حالا احتمال جنگ جاری سوم هست نیستو نمیدونم، ولی منطقه به خاک کشیده میشه. بسیار متشکرم از آقای غلامرضا محمدی کنشگر سیاسی از ترکیه که در این بحث ما رو همراهی کردند. ایامتون بخیر، روزگارتون خوش.